سلام دوستان عزیز، اول از همه شما تشکر می کنم که وقت خودتون رو گذاشتین و دارین به این ویدیوی من نگاه میکنین و گوش میدین. من از خودم بگم، من مادرم، یک پسر 2.5 ساله و الان میخوام قسمتی از مطالعات خودم رو در ارتباط با تربیت کودک برای شما بیان بکنم. تو این ویدیو خلاصه کتاب اصول تربیت مغز در کودکان رو برای شما میگم. وظیفه اصلی پدر و مادر اینه که یه بچه باهوش و شاد تربیت بکنه. برای هوش بچه 50% به ژنش بستگی داره، 50% به اون محیطی که توش رشد پیدا میکنه. بعد کارهایی که برای هوش بچه میشه کرد، اولین چیزی که یا مهمترین چیزی که وجود داره اینه که یه محیط امنی رو باید درست بکنیم، احساس امنیت بکنه. سعی بکنیم که یعنی تو محیط دور باشه از مشاجره و دعوا و اینا، چون که مشاجره و دعوا باعث میشه که 8 تا 10 واحد IQ بچه ها رو بیاره پایین. بعد اگرم که حالا یه و خدای نکرده دعوا شد و اینا، سعی کنیم که جلوی بچه آشتی بکنن پدر و مادر با هم، تا که بفهمه که بعد از اون آشتی شده. بعد یه سری راههای دیگه هم وجود داره. یکی این که حرف زدن، ارتباطات کلامیه که آقا هر چقدر که بیشتر صحبت بکنیم سریعتر راه میافته و بیشتر هوشش فعالتر میشه. بعد تو مرحله کشف واسه کنیم که خیلی جلوشو نگیریم، همینچو کشف بکنه. بعد یه سری چیزهای دیگه هم هست. آها، ارتباطات غیر کلامیه، سعی کنیم ما بچه رو اجتماعی بار بیاریم. اجتماعی بار بیاریم به لحاظ چند تا چیز تاثیر میذاره. یعنی باید سعی بکنیم که بچه یاد بدیم که چجوری دوست پیدا بکنه و دوستشو نگه داره، دوستای خوبش کنار خودش نگه داره. بعد ارتباطات غیر کلامی هم اینه که مثلا کسایی که میتونن حالت چهره خوانی دارن، یعنی از روی صورت میتونن حالتهای انسان ها رو بفهمن، که بچه های اوتیسمی اینو اصلا درک ندارن. برای اینکه این مهارت غیر کلامی شو روش بدیم، اینه که سعی کنه صورت های مختلف رو ببینه، یعنی با آدم های مختلفی توی هم زمان بچگیش روبرو بشه، بتونه از روی همین که مثلا چهره های زیادی رو ببینه، کم کم اون مهارت درک احساسات طرف هم توش به وجود میاد. بعد یکی دیگه همین اجتماعی بار اومدنشه که حالا سعی کنیم با بچه های دیگه در ارتباط باشه، با محیط خارج خیلی در ارتباط باشه. یکی کنترل احساسه، که حالا کسایی که بچه هایی که کنترل احساس بیشتری دارن آدم های موفق تری میشن تو هم زندگی خودشون، هم به لحاظ همه چی، به لحاظ نمرات درسی و ایناست. بعد مثلا کسایی که حالا یه سری آزمایش انجام دادن و اینا، که مثلا بچه های پیش دبستانی گذاشتن توی محیط، گفته بودن که اگر که مثلا همین الان بخوایم بخورین، دو تا کیک گذاشته بودن جلوشون، کیک های خوشمزه، اگه همین الان بخورین یکی، اما اگه 10 دقیقه صبر بکنین دو تاش مال شما میشه، که فقط مثلا شاید 30%شون تونستن صبر بکنن. خیلی سعی کردن جلو خودشون رو بگیرن و اینا، مثلا چشاشون رو بستن، پاششون رو کردن اینا، اما بالاخره خورد، که اونها آدم های موفق تری شدن توی زندگیشون و توی همه چی، توی کارشون، توی تحصیلشون، توی همه چی. بعد یه چیز مهمی که وجود داره اینه که فقط پول نیست، یعنی حالا بچه شاد چجوری به وجود میاد. بچه شاد هم مهمترین چیز همینی که گفتم، که بچه اجتماعی بار بیاد. بعد یه چیزی که باید بفهمیم اینه که پدر و مادر، اینه که شادی به پول نیستش، یعنی تحقیقاتی که نشون داده اینه که فقط بچه هایی که فقط آدمایی که یعنی یه مقدار پول در حد اینکه از ضعیف، از قشر ضعیف بیاد برسه به قشر متوسط، در اون حد روی خوشحالی آدم رو تاثیر میذاره. ولی بعد از اینکه حالا کسایی که خیلی پول دارن با کسایی که پول متوسط دارن اصلا به لحاظ شادی تفاوتی ندارن. به خاطر همه خیلی نباید مسعی کنیم مثلا بگیم بچه خیلی باید میلیونر بشه، میلیاردر بشه و اینا، در این حد که بتونیم هدایت بکنیم که یه کار با درآمد متوسط هم بار بیاد، اما اون احساس شادی و رضایتمندی رو پیدا بکنه، این بزرگترین کار در حد بچه. بعد دیگه حالا مثلا برای شادی هم خب یه سری هورمون ها هستش که لحاظ مغزی خب خیلی از آدم ها متفاوتن، یعنی مثلا بعضی ها هستن توی شرایط سخت خیلی کنترل احساس دارن و هنوز احساس شادی و دارن، رضایتمندیشون خیلی بیشتره، که حالا ما با اونا کار نداریم، یعنی اونو به لحاظ مغزی فرق میکنن.
ولی خب به لحاظ حالا محیطی هم تا 5% آدم میتونه اون احساس شادی رو بیشتر بکنه. که یکی از حالا این کارهایی که نوشته بود این بود که این سعی کنیم منش تشکر کردن رو مثلا داشته باشیم، که مثلا بچه هم یاد بگیره توی محیطمون منش اینکه بابت هر چیزی تشکر بکنه. بعد در مورد اینکه چجوری مثلا کودک با اخلاق داشته باشیم، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ خب بچه ها از سن 3 سالگی یاد میگیرن که دروغ بگن، از اون موقعی که میفهمن که والدینشون نمیتونن ذهن بچه رو بخونن. بعد از توی 4 سالگی هر 2 ساعت یه دروغ میگن، توی 6 ساله که هر 90 دقیقه یه دروغ میگن. هر چقدر که پسر یعنی بچه کلمات بیشتری و بدون ذهنشون پیچیده تر عمل بکنه، دروغایی میگن که واضح نیستش، یعنی کم کم نمیتونیم بفهمیم که دروغه یا راسته و اینا. بعد کارهایی که میتونیم بکنیم کلا برای اینکه کار بد نکنه بچه، چند تا راه داره. یکیش اینه که اول که تنبیه بدنی که اصلا جایز نیسته، چون اثر منفی میداره، منفی داره، اونو واسه تنفر بچه میشه و اون کارو بیشتر انجام دینی اصلا مجاز نیست و آیکیو بچه رو کاهش میده و باعث میشه احساس امنیت بچه رو بگیره، کلا تاثیر خیلی منفی روی بچه میذاره این تنبیه بدنی. ولی کارهایی که میتونیم انجام بدیم، یکی اینکه تنبیه هایی که میتونیم انجام بدیم، یکی که اینه که مثلا اون چیزی که بچه رو دوست داره، اول که تنبیه بهتره که یعنی دقیقا بعد از اون یعنی مداوم انجام بشه و یعنی مستمر باشه، بعد هر موقع که اون کار بعدا کرد اون کار رو انجام بدیم، تنبیه انجام بدیم که الان میگم این تنبیه هم شامل چه چیزیه، اینکه با یه شدت انجام بشه و با یه شدت انجام بشه و مداوم انجام بشه، ولی هنوز بچه باید اون احساس امنیت رو داشته باشه. مهمترین چیزی که اون احساس امنیت و آرامش بچه رو به هیچ وجه نباید از بچه بگیریم. مثلا مثالی که میزنه اینه که مثلا بچه غذاش رو دوست نداره، شروع میکنه به گریه کردن، همون موقع میتونیم غذای بچه رو، مثلا مادر میتونه غذای بچه رو بگیره تا 2 دقیقه، یعنی اصلا اولش نمیخواد، بعد شروع میکنه به گریه کردن، بعد از 2 دقیقه ظرف غذا رو میده به بچه. این میشه تنبیه، یعنی اون چیزی که دوست داره رو ازش به مدت محدود میگیری. بعد یکی هم مثلا اینه که مثلا چون خواهرش رو زده یا این کاری کرده، مثلا اسباب بازیشو مثلا به یه مدت محدودی مثلا نمیتونه باهاش بازی بکنه، یا اینکه مثلا به یه مهمونی نمیتونه بره، مثلا این در این حد میشه تنبیه. ولی تنبیه جسمی اینو اصلا نباید انجام بدیم و محدود هم باید باش بشه تنبیه. بعد یکی دیگه هم اینه که عدم توجه هم به کار بد بچه هم میشه تنبیه. مثلا مثالی که میزنه اینه که یه بچه شروع میکنه هی وسیلهشو از طبقه بالا میندازه پایین، هی پدر و مادرش من منطقه بهش توضیح میدن، بعد هی میبینه که مثلا وقتی میبینه توجه بیشتری انجام میده، هی بیشتر میشه آخر که کمدو کلا میندازه اون پایینه. این به خاطر اینکه دنبال توجه پدر و مادر، وقتی میبینه با انجام اون کار بد اینا بیشتر بهش توجه میکنن، هی کارشو بیشتر میکنه. بهترین تنبیه واسه اون بچه این بودش که اصلا بهش توجه نکنن به این کارش، یعنی این عدم توجه به اون کار بعد باعث میشه که اون کار رو انجام نده. دوستان عزیز، امیدوارم که خسته نشده باشین. لطفاً برای ادامه گوش دادن به همین فایل، به قسمت دوم این فایل که در همین صفحه یوتیوب Just Amazing گذاشته شده مراجعه کنید. ممنونم.